جنگ اول صلیبی سبب بیداری مسلمانان از خواب غفلت شد، به ویژه آنکه کشتار مسجدالاقصا خون مسلمانان را به جوش آورده بود. اما بغداد تمایلی به اعزام نیروی کمکی برای بازپسگیری بیت المقدس نداشت و سلاجقه نیز درگیر مبارزه با بیزانس بودند. تنها دولت فاطمی مصر سپاهی را برای فتح شام و فلسطین اعزام کرد و این نیرو علی‌رغم شکست از قوای صلیبی سبب آغاز مقاومت شامیان علیه صلیبیون شد. افضل وزیر فاطمی مصر حملات خود را از سر گرفت و در 1102 با 20,000 نیرو شهر رمله را فتح کرد و سپاه صلیبی به فرماندهی بلدوین را شکست داد. اما در محاصره یافا ناموفق ماند و صلیبیون دو گردان مصری را در سال بعد شکست دادند. سپاه فاطمی مجدداً در 1105 با 5,000 نیرو به فرماندهی ثناءالملک حسین پسر وزیر فاطمی در اسقلان گرد آمده، اما از نیروی صلیبی که از برتری نفرات و فرماندهی مناسب بهره می برد شکست خورد. علی‌رغم شکست‌های پی در پی فاطمیون، برخی شهرهای شام مستقلاً مقاومت را ادامه دادند. به طور مثال خود اسقلان 40 سال مقاومت کرد. پیش از این تلاش‌ها مدت 40 سال گذشت تا نیروهای مسلمان مجدداً جمع شوند. مسلمانان با تسخیر رها عملاً ضد حمله را در جنگ دوم صلیبی آغاز کردند. دعوت سن برنارد در 1147 سن برنارد رئیس صومعه کلرو در شامپانی فرانسه فرمان بسیج اروپا علیه مسلمانان را داد. او مجمعی در فرانسه تشکیل داد و از سران دولت‌های غربی خواست تا نیروهای خود را به آسیای باختری برسانند. لویی هفتم پادشاه فرانسه و کنراد سوم امپراتور آلمان دعوت او را لبیک گفته و سپاه خود را به حرکت درآوردند. این دو سپاه خود را از طریق یونان به شام رساندند و دمشق را که به سختی توسط مسلمانان محافظت می شد محاصره کردند، اما قادر به فتح آن نشدند و شهر رها نیز همچنان در دست مسلمانان ماند. این دو سپاه که با نیروی بسیار قدرتمندی به حرکت در آمده بود به هنگام بازگشت تقریبا نابود شد. نبرد دوم صلیبی به دلیل بی‌نتیجه بودن برای مسیحیان عملاً سبب تشویق مسلمانان برای ادامه حملات علیه متجاوزان مسیحی شد، چرا که دو قدرت اول اروپا یعنی آلمان و فرانسه در این نبرد نتوانستند کاری از پیش ببرند. جنگ‌های صلیبی سوم در 1160 میلادی اوضاع شام و فلسطین کاملا متزلزل شد و مسیحیان می دانستند که هر آینه امکان سقوط متصرفاتشان وجود دارد، به ویژه آنکه مسلمانان در کلی جبهه های شمال آفریقا، اسپانیا و بین النهرین در حال پیشروی بودند. اثر این پیشروی ها تضعیف قوای مسیحیان در فلسطین بود. در 1171 صلاح الدین ایوبی بر دولت فاطمی مصر غلبه کرد و چون سنی بود خطبه را پس از 2 قرن به نام خلیفه عباسی قرائت و سلسله ایوبی ها را بنا نهاد. صلاح الدین به تجهیز قوای بزرگ مسلمانان پرداخت و در 1186 در تبریه در اولین زورآزمایی خود با صلیبیان شکست سنگینی به آنها وارد کرد. آنگاه به سوی بیت المقدس راند. در 1187 او پشت دروازه های بیت المقدس بود. صلاح الدین ابتدا به مدافعان برج های شهر پیغام داد که در صورت تسلیم شدن در امان هستند. اما عیسویان تصمیم به مقاومت گرفتند.
نبرد آغاز شد و علی‌رغم مقاومت شدید نیروهای مدافع، تهور مسلمانان سبب انهدام بخشی از دیوار قلعه و نفوذ سربازان مسلمان به داخل شهر شد. مبارزان مسیحی از صلاح الدین امان خواستند، اما او گفت که در این زمان تنها در ازای پرداخت فدیه از کشتار آنها خودداری می‌کند. بنابراین پس از 91 سال بیت المقدس به تصرف مسلمانان درآمد. صلاح الدین در سال بعد در نبرد حسین نیز سپاه صلیبی را در شمال فلسطین شکست داد و باقی مانده آنها را از دم تیغ گذراند. به دنبال این پیروزی ها ده ها شهر مهم یکی پس از دیگری از دست صلیبیون خارج شد، از جمله بیروت، سور، سیدا، عکا، یافا، صبره و صهیون و قلای مهم منطقه. پیروزی های جدید مسلمانان سبب حیرت اروپا شده و فتح بیت المقدس خون صلیبیون را مجدداً به جوش آورد. پاپ مجدداً فرمان بسیج عمومی داد و این بار سه شاه بزرگ اروپا یعنی فریدریک بارباروسا از آلمان، فیلیپ آگوست از فرانسه و ریچارد شیردل از انگلیس در 1189 خود را به آسیا رساندند. اگرچه غرق شدن پادشاه آلمان در یک رودخانه سبب از هم پاشیدن نیروهایش شد، اما سپاهیان فرانسه و انگلیس آنقدر بودند که نبرد را ادامه دهند. عکا در این سال سقوط کرد. معروفترین نبردهای صلیبی در این زمان انجام شد، بدون اینکه صدها هزار سرباز مسیحی و مسلمان و دهها سردار بزرگ جان خود را از دست دادند. اگرچه مساف طولانی ریچارد شیردل و صلاح الدین نیز فرجامی برای اروپا نداشت، صلاح الدین علی‌رغم مبارزات بی‌امان به دلیل تقویت مداوم سپاه صلیبی تقاضای کمک از خلیفه و امرای ترک و عرب کرد. از طرف دیگر ریچارد و فیلیپ نیز به کشور خود بازگشتند و عملاً نبرد به وضعیتی فرسایشی تبدیل شد. پس از مدتی سپاه صلیبی که از به دست آوردن بیت المقدس ناامید و پراکنده شده بودند، عملاً جنگ صلیبی سوم به پایان رسید. نتیجه نبرد. نبردهای صلیبی سوم سبب از دست رفتن شهر مهم بیت المقدس از جنگ مسیحیان شد. مضافاً آنکه پیروزی‌های پی در پی صلاح الدین فتوحات مسیحیان را از دست آنها خارج کرد و پس از این اروپاییان در نبردهای دیگر صلیبی دست پایین را داشتند. پیروزی‌های صلاح الدین سبب شد که بیت المقدس تا 9 قرن دیگر در اختیار مسلمانان بماند. پس از این جنگ‌ها 5 بار دیگر صلیبیون به قصد بازپسگیری سرزمین‌های آسیای غربی به این نواحی لشکر کشیدند که این نبردها به جنگ‌های صلیبی 4 تا 8 معروف شد. اما در نهایت در 1270 میلادی کلیه نیروهای اروپایی شکست خورده و اوضاع منطقه به سال 1095 بازگشت. اگرچه در شرق تندباد جدیدی توسط مغولان ایجاد شده بود که آثار کلیه پیروزی‌های دولت‌های اسلامی را زائل کرد.